السلام علیکم یادگانی گرامی. حفظ ارزش‌های ملی، تحکیم رکن‌های مهمی دولت داری، خودشناسی و افتخار از دستاوردهای صاحب استقلالی و آزادی، ثمره نظام سودمند دولت داری است که در شرایط کنونی در زمینه پایه استوار، کنستیتوسیا با سعادت ملت و کفالت رشد و ترقیات دولت، از جمله ثبات و امنیت و یگانگی پایدار است. این لحظه در رابطه با ارزش‌های کنستیتوسیونی و مقام و منزلت شهروندان در آن با حقوق‌شناسان دانیور سنگین و دوست‌مراد خواجه‌مرادوف هم صحبت می‌شویم. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از 10 باب و 100 ماده عبارت است. فراگیری سمت‌ها در باب و ماده‌ها چگونه مقرر شده‌اند؟ کنستیتوسیا همچون قانون اساسی دولت، اساس‌های ساختار کنستیتوسیونی، حقوق، آزادی، وظیفه‌های انسان و شهروند، ترتیب تشکیل حاکمیت اجرایی، قانونگذار و سودی را مقرر می نماید. از این رو، وقتی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول گردید، ساخت ترکیبی آن از 10 باب و 100 ماده عبارت شد. از جمله در ماده باب اول اساس‌های ساختار کنستیتوسیونی، باب دوم حقوق و آزادی، وظیفه‌های اساسی انسان و شهروند، باب سوم مجلس عالی، باب چهارم پرزیدنت، باب پنجم حکومت، باب ششم حاکمیت دولتی محلی و خودیدارکنی، باب هفتم ولایت مختار کوهستان بدخشان، باب هشتم پراکراتورا، باب نهم سود و باب دهم ترتیب تغییر کنسیا نامگذاری گردید. باید تاکید نمود که کنسیا جمهوری تاجیکستان وابسته به مقررات باب و ماده هایی که در آن جای دارد، برای جمهوری تاجیکستان جهت پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات، جهت تامین حقوق و آزادی انسان و شهروند، درست و ثمرناک پیش بردن مقامات صلاحیت مقامات های دولتی، اینچنین ترتیب تغییر اضافه های خود را فرا می گیرد. از این رو کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در بین مردم همچون بخت‌نامه ملت، همچون سندی معین کننده حیات حقوقی کشور معرفی شده است. پس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آن سند حقوقی می باشد که موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی اعتبار عالی حقوقی دارد و همه گونه سندهایی که در زمینه آن قبول کرده می شوند باید با کنستیتوسیا مخالف نباشند. در حالت مخالفت آنها بی اعتبارند. امروز هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می تواند از باب و مقررات ماده های علایده کنستیتوسیا استفاده برده بواسطه در مناسبت های جمعیتی شرکت نماید. حقوق شخصی شهروندان در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چگونه درج گردیدند؟ یکی از حقوق های اساسی انسان و شهروند این حقوق های شخصی شهروندان می باشد که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان بواسطه این حقوق ها را اعتراف رعایا مورد حفظ قرار می دهد. یکی از حقوق شخصی شهروندان که به زمره حقوق فطری انسان نیز داخل می شود این حیات، قدر، ناموس می باشد که در ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تنظیم کرده شده است. این معیار کنستیتوسیا گرچند زمینه حقوقی را در این سمت به وجود می آورد، اما در دیگر معیارهای کنستیتوسیا مثلا ماده 18، ماده 22، ماده 23 حقوق شخصی انسان و شهروند به طور پورا درج کرده شدند. مثلا ماده 18 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر می نماید که هر کس حقوق به حیات دارد، هیچ کس از حیات محروم کرده نمی شود با استثنای حکم سود برای صادر نمودن جنایت های وزنین. یا اینکه قسم دیوم این ماده مقرر می نماید که دخل ناپذیری شخص را دولت کفالت می دهد، به هیچ کس شکنجه، جزا و مناسبت غیر انسانی روا دانسته نمی شود. موارد آموزش مجبوری طبی علمی قرار گرفتن انسان من است. دخل ناپذیری شخصی شهروند که دولت کفالت می دهد این حیات شخصی شهروند می باشد. هیچ کس حقوق ندارد که به حیات شخصی شهروند دخالت نماید یا معلومات ها را آید به حیات شخصی شهروند به رازگی شهروند پن نماید. این چونین به این دایره به حیات شخصی شهروند ممکن است داخل نمود مثلا سیر آیلوی، سیر حیات شخصی، سیر فرزندخواندی، سیر تولد، سیر ادوکاتی
یا دیگر اطلاعات هایی که به حیات خود شهروند دخل دارد در قید حیات بودن شهروند و این چونین بعد مرگ شهروند است این حمایه کرده می شود. دیگر حقوق شخصی شهروند که کنیسته جمهوری تاجیکستان مورد حفظ قرار داده است این دخل ناپذیری منزل شهروند می باشد که ماده 22 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر کرده است. هیچ کس حقوق ندارد که به منزل شهروند به رازیگی او وارد شود. این چونین این در ماده 177 کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان این چونین کودکس منزل جمهوری تاجیکستان به طور پورا ترتیب حفظ دخل ناپذیری منزل شهروند را کفالت داده است. دیگر حقوق شخصی شهروندان که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر کرده است این محرمیت مکاتبه صحبت های تلفنی مراسلات و مخابرات شخصی می باشد که این اطلاعات ها نیز مورد حفظ قانون قرار دارد. هیچ کس حقوق ندارد که صحبت های تلفنی شهروندان مراسلات و مخابرات شخصی را گوش کند و این اطلاعات را فاش نماید که این از ماده 23 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برمی آید. در زمینه مقررات کنیسه جمهوری تاجیکستان مناسبت های جمعیتی یا خود فعالیت شهروندان چگونه صورت میگیرد؟ اگر امروز ما با مقررات کنیسه جمهوری تاجیکستان از جمله باب دویم نظر افکنیم دیده می شود که در خود کنیسه فعالیت های گوناگون فراگیر است و تنظیم کرده می شود. از جمله فعالیت آزاد اقتصادی، فعالیت صاحبکاری، فعالیت مهنتی، فعالیت طبی، فعالیت فرهنگی، فعالیت ایجادی و غیره. یعنی امروز وابسته به هر یک حقوق انسان از جمله حقوق شخصی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی نمودهای علایده فعالیت جای دارند که انسان با آنها دست می زند یا در آنها شرکت می ورزد. و امروز من می‌خواستم اوید به ماده 12 کنسیه جمهوری تاجیکستان که بیوسته به فعالیت آزاد اقتصادی و صاحبکاری روانه گردیده است کمی معلومات دیم. موافق رسمیات ها تا اکتبر سال 2020 در جمهوری تاجیکستان 631 سوبیکت خواجگی دار از قید گذاشتند. این هم باشد کفالت عملیشوی ماده 12 کنسیه جمهوری تاجیکستان اوید به پیشبرد فعالیت صاحبکاری است، چون که خود فعالیت صاحبکاری فعالیت مستقل تحت توکل عملی شونده شخصانی با ترتیب مقرر نموده قانون به قید گرفته شده می باشد که آنها از فروش مال، اجرای کار، رسانیدن خدمت منتظم فایده به دست می آورند. برای تحکیم بخشیدن این مقررات کنسیج کشور امروز در جمهوری تاجیکستان قانونگذاری مستقل یعنی قانونگذاری صاحبکاری قبول شده است و فراگیر یک قطار سنت ها می باشد. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت و دستگیری دولتی صاحبکاری، قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بهادهی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازت نامدهی به بعضی نمودهای فعالیت، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان و غیره. هر یک قانونی که قبول شده است این یا آن فعالیت را که آن را ما امروز همچون نمود فعالیت صاحبکاری به حقوقی می کنیم تنظیم می نماید. مثلا در اساس ماده 7 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت و دستگیری دولتی صاحبکاری هر یک صاحبکار حقوق دارد از مال و ملک آزادانه استفاده برد، با کارمندان شرطنامه مهنتی بندد، در اتحادیه ها جلب کرده شود، این یا آن سمت فعالیت صاحبکاری را عملی نماید و دیگر حقوقهایی که قانونگذاری اجازت داده است آنها را به عمل برآورد. پس امروز ماده 12 کنسیه جمهوری تاجیکستان همچون کفالت کنسیونی پیشبرد فعالیت صاحبکاری برای هر یک انسان حقوق داده است که به فعالیت صاحبکاری مشغول شود. در برابر این باید تاکید نمود که بعضی از مقررات کنسیه جمهوری تاجیکستان من بودنی عملی نمودنی فعالیت را از جانب بعضی گروه شخصان پیش بینی نموده است، از جمله اعضای حکومت، وزیران، راهبران، رئیسان کمیته های دولتی نمی توانند به فعالیت صاحبکاری مشغول شوند، از جمله کارمندان مقامات حفظ حقوق. از این رو باید تاکید نمود که فعالیت صاحبکاری همچون فعالیت آزاد در جامعه ما رشد نموده ایستاده است و پیشرفت آن را هر روز توسط تلویزیون،
از واخوری های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یا اقدام های خیرخواهانه صاحب کاران که برای بنیاد انفراساختار اجتماعی روانه گرد است ما دیده می توانیم. تحکیم نظامی رشد و دورنمای فعالیت تا کدام اندازه از اساس های کانستیتوسیونی وابستگی دارد؟ در ماده 12 کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ذکر می شود که اساس اقتصادیات جمهوری تاجیکستان را شکل های گوناگون مالکیت تشکیل می دهد. محض این معیار کانستیتوسی است که اساس رشد اقتصادیات جمهوری تاجیکستان را تامین می نماید، زمینه حقوقی می گذارد و دولت در جمهوری تاجیکستان همه شکل های مالکیت از جمله مالکیت خصوصی را کفالت می دهد. در اساس ماده 32 کانستیتوسی جمهوری تاجیکستان باشد هر کس حقوق دارد صاحب مالکیت و میراث باشد. هیچ کس از این حقوق محروم کرده نمی شود. باید یک نکته را ذکر کرد که در سالهای اولی به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان، گرچند جمهوری تاجیکستان از شکل اداره‌کنی نقشگی که در زمان اتحاد شوروی بود و شکل نو اداره‌کنی اقتصاد بازرگانی گذشت، زمینه حقوقی ضروری برای انجام دادن اعتراف مالکیت خصوصی وجود نداشت. گرچند در ابتدا قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مالکیت، قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت صاحبکاری، قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجاره در جمهوری تاجیکستان قبول شده بودند، اما این زمینه کافی را برای اعتراف مالکیت خصوصی به وجود آورده نتوانستند، چون که اکثریت شهروندان باور نداشتند که شهروند میتواند تا چه قدری که خواهد مالکیت خصوصی داشته باشد. در ماده 12 کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شد که دولت همه شکل های مالکیت از جمله مالکیت خصوصی را کفالت می دهد و این معیار زمینه حقوقی مستحکم را برای اعتراف مالکیت خصوصی و انکشاف این نمود مالکیت در جمهوری تاجیکستان فراهم کرد. و این است که در جمهوری تاجیکستان شهروندان جمهوری تاجیکستان می توانند نامگوی گوناگون مالکیت را داشته باشند. یک نکته را باید قید کرد که اعتراف مالکیت خصوصی در جمهوری تاجیکستان، این از یک طرف اگر به شهروندان تامین نمودن شرایط زندگی ارزنده را فراهم کند، از طرف دیگر داشتن مالکیت خصوصی شهروندان از جمله کارخانه برای اقتصادیات کشور به نهایت مهم است، چون که به این واسطه هم شهروندان به جای کار تامین کرده می شوند و ما آهسته آهسته وقتی ساحه خصوصی رشد میکند به یکی از هدفهای استراتژی دولت همین امنیت آذوقواری نایل میگردیم. در زمینه کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق به مهنت و تامینات اجتماعی چگونه درج گردیده است؟ حقوق به مهنت در ماده 35 پیش بینی شده است و مطابق مقررات ماده 35 کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هر کس به مهنت حق دارد. هر کس با ارزشی برابری مزد مهنت و حد اقل مزد مهنت یا اینکه کمک پولی به بیکاری حق دارد. پس از این مقررات برمیاد که امروز در جمهوری تاجیکستان هر نفری که به سن و سال مقررنده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان رسیده است، از جمله مطابق کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان سنی به کار جلب شدن کارمند طبق شرطنامه مهنتی 15 و در حالت استثنایی 14 و از آن پایانتر می باشد رسیده است، حق دارد شرطنامه مهنتی بندد. در اساس این شرطنامه مهنتی به وقت کار متدیر جلب کرده شود یا اینکه برای گرفتن مزد مهنت و رخصتی های علایده که آنها به نمودای علایده وقت کار داخل می شوند حقوق پیدا می کند. در برابر این باید تاکید نمود که موافق کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان امروز کارمندان از یک قطار حقوق‌ها برخوردارند و در برابر آنها دارای عهده‌داری‌های مشخص نیست می باشند. از جمله آنها حقوق دارند شرطنامه مهنتی بندند، مزد مهنت را سری وقت گیرند و از وقت‌های علایده دمگیری یا که استراحت استفاده برند، بر رخصتی برایند. در مورد با وجود آمدن بحث و مقامات های دخدار جهت بررسی نمودن این بحث ها مراجعت کنند. تاکید نمودن به مورد است که در برابر حقوق اقتصادی، حقوق به مهنت در ماده 39 کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق اجتماعی هر یک شخص و تامینات اجتماعی پیش بینی شده است.
و این هم باشد سرچشمه میگیرد از ماده یکم کنسیه جمهوری تاجیکستان که در آن درد شده است. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده برای هر کس شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم میورد. اگر به مقررات ماده 39 ما نظر افکنیم، آن حالتهای را فرا گرفته است که به هر انسان، هر شهروند جمهوری تاجیکستان حقوق به تأمینات اجتماعی را داده است. از جمله به این حالتها بیماری، معیوبی، گم کردن قابلیت کار، محروم شدن از سرپرست و موردهای دیگری با قانونگذاری پیشبینی شده می باشد. اگر امروز در زمینه کنسیه جمهوری تاجیکستان از جمله ماده 39 ما نظر افکنیم، می بینیم که قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه سغورتوی و دولتی قبول شده است و موافق این قانون در کشور ما 4 نمود نفقه پیش بینی شده است. از جمله نفقه سغورتوی، دولتی، کسبی و نفقه برای خدمتچیان حربی. هر یک نمود نفقه وابسته به طلبات مشخص پیش بینی می گردند. از جمله موافق مقررات قانون مذکور و تطبیق ماده 39 کنسی کشور، هر نفری که به سن 63 مرد ها با داشتن سابقه کاری 25 ساله می تواند به نفقه براید، یا اینکه زن ها با داشتن سن 58 و سابقه کاری 20 ساله می توانند که حقوق به نفقه پیدا نمایند و به نفقه براید. حالت های استثنایی نیز در این قانون پیش بینی شده است که سابقه کمتر یا سن پایانتر را مقرر میکند. پس از این مقررات کنسیه کشور برمیاد که هر شهروند در جمهوری تاجیکستان حقوق به مهنت و تامینات اجتماعی را دارا است. دولت اویلا را اساسی جامعه میداند. در کنسیه جمهوری تاجیکستان دایر به این مسئله چگونه مقررات عمل میکند؟ حفظ اویلا، تحکیم اویلا، حفظ مادر و کودک یکی از مسئله هایی هست که تحت توجه مخصوصی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و این است که در معیارهای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آید به این مسئله به واسطه توجه کرده شده است. مخصوصا ماده 33 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر نموده است که دولت اویلا را همچون اساس جامعه حفظ میکند. هر کس حقوق تشکیل اویلا را دارد. مردان و زنان که به سن نکاحی رسیدند حقوق دارند آزادانه عقد نکاح بندند. آید به این معیار کنستیتوسیا همین را قید کردن ضرور است که در شرایط امروزه در برابر کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سندهای دیگری معیاری حقوقی است که مخصوصا بحر حفظ اویلا، بحر حفظ حقوق عهده‌داران اعضایان اویلا، بحر حفظ مادر و کودک روانه شده است که این مخصوصا کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان می باشد. در ماده یکی کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان ذکر می گردد که اویلا، عقد نکاح، پدر و مادر و کودک در جمهوری تاجیکستان تحت محافظت دولت قرار دارند. این چنین دولت واسطه های گوناگون حفظ این پدیده ها را مقرر کرده است که توسط مقامات های دولتی از قبیل مثلا مقامات سود، مقامات های دیگری حفظ حقوق، مقامات وصایت و پرستاری حفظ کرده می شوند. مسئله دیگر این تحت حمایه مخصوصی دولت قرار داشتن مادر و کودک می باشد که این به واسطه در ماده 34 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر شده است. یکی از اساس های حفظ مادر و کودک این از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی تامین نمودن کودک می باشد. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مقرر می کند که پدر و مادر عهده دارند که فرزندان خود را از لحاظ اجتماعی و از نگاه اقتصادی تامین نمایند. از نگاه اجتماعی تامین نمودن فرزندان از جانب پدر و مادر به آن روانه می شود که آنها در تربیه فرزند باید مستقیماً سهم گذارند. این چنین از لحاظ اقتصادی تامین نمودن شهروند این معنای آن را دارد که پدر و مادر عهده دارند که به فرزندان شرایط تحصیل را فراهم کنند. این چنین برای آنها از لحاظ مادی شرایط مهیا کنند. این چنین ماده 34 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به یک مسئله خیلی مهم تکیه میکند، این تامین مادی پدر و مادر از جانب فرزندان قابل مهنت می باشد که در برابر آن که پدر و مادر عهده دارند فرزندان خود را از لحاظ مادی تامین کنند، این چنین فرزندان بالغ و قابل مهنت نیز عهده دارند که
پدر و مادری خود را که به تامینات مادی احتیاج دارند از لحاظ مادی تامین نمایند. برای شرح مفصل و نظر دقیق به شما اظهار سپاس میکنیم. بینندگان گرامی یادآور میشیم که ارزش های کنستیتوسیونی و مقام و منزلت شهروندان را در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حقوق شناسان دانیار سنگینوف و دوست مراد خواجه مرادوف شرح دادند. برنامه های دیگری تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند. با ما بمانید.